İncil Yohanna, Yohanna فصل اول. در ازل کلام بود، کلام با خدا بود و کلام خود خدا بود. از ازل کلام با خدا بود. همه چیز به وسیله او هستی یافت و بدون او چیز آفریده نشد. زندگی از او به وجود آمد و آن زندگی نور آدمیان بود. نور در تاریکی می درخشد و تاریکی هرگز بر آن پیروز نشده است. مردی به نام یحیی ظاهر شد که فرستاده خدا بود. او آمد تا شاهد باشد و بر آن نور شهادت دهد تا به وسیله او همه ایمان بیاورند. او خودش آن نور نبود، بلکه آمد تا بر آن نور شهادت دهد. آن نور واقعی که همه آدمیان را نورانی می سازد در حال آمدن به دنیا بود. او در دنیا بود و دنیا به وسیله او آفریده شد، اما دنیا او را نشناخت. او به قلمرو خود آمد ولی متعلقانش او را قبول نکردند. اما به همه کسانی که او را قبول کردند و به او ایمان آوردند، این حق را داد که فرزندان خدا شوند، که نه مانند تولدهای معمولی و نه در اثر نفس اماره و نه در اثر خواهش بشر، بلکه از خدا تولد یافتند. پس کلام جسم گشته به شکل انسان در میان ما جای گرفت. جلالش را دیدیم، شکوه و جلال شایسته پسر یگانه پدر و پر از فیض و راستی. شهادت یحیی این بود که فریاد می زد و می گفت: این همان شخصی هست که در باره او گفتم که بد از من می آید، اما بر من برتری و تقدم دارد، زیرا پیش از تولد من او وجود داشت. از پوری او همه ما برخوردار شدیم، فیض بالای فیض، زیرا شریعت به وسیله موسی عطا شد، اما فیض و راستی توسط عیسی مسیح آمد. کسی هرگز خدا را ندیده است، اما آن پسر یگانه‌ای که در ذات پدر و از همه به او نزدیکتر است، او را شناسانیده است. این از شهادت یحیی وقتی یهودیان اورشلیم، کاهنان و خادمین آنها لاویان را پیش او فرستادند تا بپرسند که او کیست. او از جواب دادن خودداری نکرد، بلکه به طور واضح اعتراف نموده گفت: من مسیح نیستم. آنها از او پرسیدند: پس آیا تو الیاس هستی؟ جواب داد: نه خیر. آنها پرسیدند: آیا تو آن پیامبر وعده شده هستی؟ جواب داد: نه خیر. پرسیدن: پس کی هستی؟ ما باید به کسانی که ما را فرستادن جواب بدهیم. درباره خود چی میگویی؟ او از زبان اشیای پیامبر جواب داده گفت: من صدای ندا کننده هستم که در بیابان فریاد میزند: راه خداوند را راست گردانید. این قاصدان که از طرف پیروان فرقه فریسی فرستاده شده بودند، از او پرسیدن: اگر تو نه مسیح هستی و نه الیاس و نه آن پیامبر وعده شده، پس چرا تعمید میدی؟ یحیی جواب داد: من با آب تعمید میدهم، اما کسی در میان شما ایستاده است که شما او را نمیشناسید. او بعد از من میآید، ولی من حتی شایسته آن نیستم که بند بوتهایش را باز کنم. این ماجرا در بیت انیا، یعنی آن طرف دریای اردن، در جایی که یحیی مردم را تعمید می داد واقع شد. روز بعد وقتی یحیی عیسی را دید که به طرف او می آید، گفت: ببینید، این است آن بره خدا که گناه جهان را بر می دارد. این است آن کسی که در باره اش گفتم که بعد از من مردی می آید که بر من تقدم و برتری دارد، زیرا پیش از تولد من او وجود داشته است. من او را نمی شناختم، اما آمدم تا با آب تعمید دهم و به این وسیله او را به اسرائیل بشناسانم. یحیی شهادت خود را این طور ادامه داد: ما
من روی خدا را دیدم که به صورت کبوتر از آسمان نازل شد و بر او قرار گرفت. من او را نمی شناختم، اما آن کسی که مرا فرستاد تا با آب تعمید دهم به من گفته بود، هرگاه ببینی که رو بر کسی نازل شود و بر او قرار گیرد، بدان که او امان کسی هست که تعمید او با روح القدس هست. من این را دیدم و شهادت می دهم که او پسر خداست. روز بعد هم یحیی با دو نفر از شاگردان خود استاده بود و وقتی عیسی را دید که از آنجا می گذرد گفت: این است بره خدا. آن دو شاگرد این سخن را شنیدند و به دنبال عیسی برا افتادند. عیسی برگشت و آن دو نفر را دید که به دنبال او می آیند. از آنها پرسید: به دنبال چی می گردید؟ آنها گفتند: ربی، یعنی ای استاد، منزل تو کجاست؟ او به ایشان گفت: بیایید و ببینید. پس آن دو نفر رفتند و دیدند کجا منزل دارد و بقیه روز را پیش او ماندند، زیرا تقریبا ساعت 4 بعد از ظهر بود. یکی از آن دو نفر که بعد از شنیدن سخنان یحیی به دنبال عیسی رفت، اندریاز برادر شمعون پتروس بود. او اول برادر خود شمعون را پیدا کرد و به او گفت: ما مسیح یعنی تطهین شده را یافتیم. پس وقتی اندریاز شمعون را نزد عیسی برد، عیسی به شمعون نگاه کرد و گفت: تو شمعون پسر یونا هستی، ولی بعد از این کیفا یعنی پتروس به معنی صخره نامیده می شوی. روز بعد وقتی عیسی می خواست به جلیل برود، فیلیپوس را یافته به او گفت: به دنبال من بیا. فیلیپوس مانند اندریاز و پتروس اهل بیت سیدا بود. فیلیپوس هم رفت و نتانائل را پیدا کرد و به او گفت: ما آن کسی را که موسی در تورات ذکر کرده و پیامبران درباره او سخن گفتند پیدا کرده ایم. او عیسی پسر یوسف و از اهالی ناصره است. نتانائل به او گفت: آیا می شود از ناصره چیزی خوبی بیرون بیاید؟ فیلیپوس جواب داد: بیا و ببین. وقتی عیسی نتانائل را دید که به طرف او می آید گفت: این است یک اسرائیلی واقعی که در او مکری وجود ندارد. نتانائل پرسید: مرا از کجا می شناسی؟ عیسی جواب داد: پیش از آن که فیلیپوس ترا صدا کند، وقت زیر درخت انجیر بودی، من ترا دیدم. نتانائل گفت: ای استاد، تو پسر خدا هستی، تو پادشاه اسرائیل می باشی. عیسی در جواب گفت: آیا فقط به علت این که به تو گفتم ترا زیر درخت انجیر دیدم ایمان آوردی؟ بعد از این کارهای بزرگتری خواهی دید. آنگاه به او گفت: به یقین بدانید که شما آسمان را باز و فرشتگان خدا را در حالی که بر پسر انسان بالا و پایین می شوند